سلام دارم خدمت حضار محترم خانم ها آقایان. رسم مهمانداری و مهمان نوازی اینه که آدم همیشه نفر آخر باشه. سال گذشتم نفر آخر بودم، امیدوار هستم که جمع اینقدر حوصله داشته باشه که من در رابطه با معضلات اجتماعی، نابسامانی های اجتماعی و راه حل مردمی اون با شما صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که معضلات اجتماعی یا نابسامانی های اجتماعی از اونجا ناشی میشه که عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق جاش رو به قدرت و تخریب میده. تنها قدرت حاکم نیست که در حقیقت نقش اول رو بازی میکنه، افراد جامعه در شکل گیری و بست استبداد در واقع نقش اصلی رو اونها بازی میکنن. استبداد ضد تحوله، بنابراین حیات خودش رو در تخریب میبینه. استبداد بحران سازه، پس بنابراین روزانه نیاز داره که بحرانهای جدیدی بزرگ و کوچک بسازه برای جامعه. استبداد مانع انسان هاست که از حقوق خودشون برخوردار بشن، بنابراین یا نیروهای سرکوب قبلی رو مدرنیزه میکنه یا نیروهای سرکوب جدیدی، حتی جدید غیبی میسازه که به جامعه به اصطلاح فشار رو وارد کنه. استبداد به خودی خودش وجود نداره، استبداد یک کلمه است، انسان ها هستن که به او شکل و محتوا میدن. نظام حاکم بر ایران اعتقاد داره به ادامه حکومت با اعمال خشونت، این روش عمومی شه. از لحاظ فقهی هم گفته یک جامعه رو اینقدر خشونت و فساد میگیره و اینقدر این خشونت و فساد گسترش پیدا میکند تا اینکه امام زمانی میاد، این امام زمان اینقدر از این آدمهای فاسد میکشه تا اینکه این جامعه رو پاک میکنه، تا اونقدر که تا زانوی اسب سوارانش در خون میره. البته امکان نداره، همونطور که آقای بنی صدر توضیح دادن، بشه با خشونت و استبداد آزادی و دموکراسی رو برد. این طرز تفکر که ساخته انسان هاست در حقیقت بر به درد کار کسانی میخوره که استبدادی از نوع استبداد ولی فقیه بسازن و خودشون رو جانشین او بدونن تا زمانی که آقا میخواد بیاد. پس منتظرین آقا بر اساس این نظریه که در ایران حاکم هستن از گسترش فساد ابایی ندارن، ناراحت هم نیستن، در حقیقت هر چقدر بیشتر بشه خوشحال میشن تا آقا بیاد دیگه. پس با این نوع طرز تفکر، با اضافه شدن معضلات اجتماعی و فسادها، این همانی و یگانگی پیدا میکنه در نظر کسانی که در جامعه ایران حاکم هستن. این نظریه البته با تخریب و دشمنی و حقوق مداری هم باز هم یگانگی پیدا میکنه. نابسامانی و معضل حاصل استبداده، استبدادی که در خانواده یا در محیط کار برقرار میشه یا در سطح کشور ولی فقیه بر جان، مال و ناموس مردم طبق قانون اساسی بسیت پیدا میکنه. نمیتونم بگم برای شما که معضل فقر یا طلاق یا فحشا یا اعتیاد یا نبودن امید یا ناامنی کدومش بدتره، نمیشه گفت کدوم بر دیگری برتری داره. مجموعه اینها تصویر زشت ضد حیات رو در ایران ساخته، نه در تنها در ایران، در هر جامعه‌ای که به این وسعتی که ما در ایران داریم. و من سعی میکنم در این مدت کوتاه یک سری آمار و ارقامی در اختیار شما قرار بدم، این تصویر زشت رو ما میتونیم ببینیم. در حال حاضر نابسامانی ها و معضلات، چون سال گذشتم از دید دیگری من با شما در این رابطه صحبت کردم، بسیار وسیع‌تر شده. با اینکه خیلی وعده ها در سال گذشته داده میشد که بعد از اینکه ما مسئله توافق رسیدیم پول ها آزاد خواهد شد و کشور بهتر خواهد شد، نه، ما
مزلات خیلی پیچیده تر و بیشتر شده. خدمتتون عرض خواهم کرد. در حال حاضر مثل سال قبل و مثل سالهای قبلش 60% کارخانه های ایران تعطیل هستند، مابقی به گفته مسئولین نظام 40-60% میزان تولید دارن. پس بنابراین کارگری که بیکار شده، کارمندی که بیکار شده و در حال حاضر حقوق نداره، من نمیتونم راجع به حداقل حقوقش با شما صحبت کنم که در چه گونه فقر زندگی میکنه. برای اون کسانی که کار میکنن و حقوق میگیرن، خدمتون عرض میکنم تمام داده هایی که خدمت شما عرض میکنم داده هاییست که مسئولین نظام گفتن، نه کسی بخواد تحلیل کنه. من تحلیل خودم رو دارم، ولی عمق فاجعه رو همین ها نشون میده. احتیاج نیست که ما بخوام بگیم آمار بیشتری رو من خدمتون بخوام عرض کنم. برای یک خانوار 4 نفره اگه 23 قلم مواد غذایی که نیاز روزمرش هست بخوان محاسبه کنن، نه بر اساس 2300 کالوری، بر اساس مواد غذایی محاسبه کردن، گفتن 800 هزار تومان خرج این خانواره برای مواد غذاییش. اگر مواد دیگری که نیاز روزمرش بخواد استفاده بکنه، یعنی اون خانواده بخواد زندگی کنه، 3.2 تا 3.7 میلیون نیاز یک خانوار 4 نفر است در ایران. حداقل حقوق رو آقای روحانی خیلی چانه زنی کردن امسال، 812 هزار تومان عنوان کردن. با اضافه حقوق هایی که کسی که کارمند هست یا کارگر هست میگیره و اون به اصطلاح یارانه‌ای که به اون خانواده تعلق میگیره حساب کنه، چیزی بالای 1 میلیون دستش میاد. خرج چند روز یک خانواده است؟ 10 روز یک خانوار ایرانی است. چه شکلی سوال میکنه یک خانوار میتونه با 10 روز درآمد در طول ماه زندگی کنه؟ واقعا یه سوال دیگه، ولی واقعیتی است. میگن مراجعین به پزشک تعدادشون بسیار کم شدن و پزشکان ناراحتن. از چه بابت؟ از بابت اینکه مردم پولی ندارن که برن خرج کنن برای بهداشت و درمان خودشون. میگوین سال گذشته تورم پایین بوده، چون قدرت خریدی نبوده که مراجعه کنی به سلا برای خریدن کالا. این عرضه و تقاضا یکم نسبتش عوض شده، گفتن که تورم اونقدر هم بالا نرفته. خدمت شما عرض کنم که ما نزدیک به 18 میلیون از جمعیت 55 میلیون نفر شهرنشین ما حاشیه نشین هستن. یعنی 1/3 جامعه شهری ما حاشیه نشینه. حاشیه نشین کیه؟ روستایی است که از فقر جامعه روستایی به خاطر نداشتن بهداشت و درمان و کار و اشتغال و هرچی دیگه میاد به حاشیه شهر، میاد در حاشیه شهر جای زندگی میکنه که آبهای به اصطلاح کثافتشون رو روی زمین ول میکنن، با کوچکترین بارانی سیل را میفته، بچه‌هاشون تبدیل میشن به کودکان کار، زنانشون نمیخوام بگم همشون به فحشا کشیده میشوند، مردهاشون به خاطر نبودن کار و محیطهای بسیار بد به اعتیاد کشیده میشن و خانواده های از هم پاشیده. این واقعیت جامعه ایرانه. چیزی نیست که ما بگیم رفتیم ایران دیدیم صف بستنی خوری 30 نفر یا 100 نفر توش بودن، یا تو فلان رستوران رفتیم جا نبوده بشینیم. اونها اون کسانی هستن که هست و نیست این ملت رو دارن میبرن. راجع به کسی حرف میزنیم که جامعه درگیرش هست و معضل شدید داره با اون. گسترش فقر فقط برای حاشیه نشینی نیست. دانشگاه علوم پزشکی رفته محاسبه کرده، بررسی کرده، 10 میلیون جامعه ایرانی شهرنشین در مناطق فوق العاده فرسوده نوشتن زندگی میکنن. یعنی چه؟ یعنی حاشیه نشینه درون شهره. خدمت شما عرض کنم که در زمینه محیط زیست وضعیت خیلی بدتر از وضعیت فقره. نمیخوام بازم بگم کدوم بدتره کدوم بهتره، الان خدمتون عرض میکنم شما خودتون میتونید مقایسه کنید. سال هاست که برخی و بسیاری از رودخانه های ایران تبدیل شدن به کانال فاضلاب در ایران. من 2 مثال خدمتون عرض میکنم، یکی از یک استان جنوبی، یکی از یک استان شمالی. 30% ببینید، استان خوزستان یک استان صنعتی است در ایران. 30% فاضلاب های شهری و صنعتی مستقیما به 2 رودخانه کارون و دز ریخته میشه. 76% فاضلاب
صنایع و معادن استان به روی زمین ریخته میشه تا بخشکه، ما بقیش هم میریزن به رودخانه. اما جدیدن ما سیل داشتیم، حاصلش چیه؟ سیل میاد همه اونا رو میشوره، دو مرتبه میریزه به رودخانه. حالا از جنوب گفتم، یکم از شمال میگم برای دوستان شمالی ما. رشت یک شهریست که میگن بر اساس وسعتی که داره بسیار جمعیت زیادی داره. آخرین چیزی که من خوندم 760 هزار نفر میگن، خیلی بیشتر از اون میشه. شهر به عنوان خود شهر، این شهر مطلقاً فاضلاب نداره، بدون هیچ گونه پیش تصفیه آبش به دو رودخانه گوهررود و زرجوب ریخته میشه. من آدم با آدم باور نمی کنه البته ها، ولی این واقعیتی است که مسئولین نظام اعتراض میکنن که بابا دیگه هیچی نموند از این طبیعت. استاندار تهران گفته حجم فاضلاب تهران بیش از 800 میلیون متر مکعبه. چقدرش تصفیه میشه؟ 200 میلیون متر مکعب. 600 میلیون متر مکعب یعنی دو سوم. 30 دقیقه. بله. 600 میلیونش بدون تصفیه میره به آبهای زیرزمینی به اصطلاح سطح بالا یا به روی خیابانها پخش میشه در مناطق جنوبی تهران، در صورتی که در کشورهای پیشرفته آب رو تا 12 بار تصفیه میکنن. و برای کشوری که ما آب نداریم این بسیار مسئله اساسی. تولید زباله در ایران 40,000 تنه در روز، 7,700 تنش مال تهرانی هاست. خوبه؟ حالا من از شما یه سوال میکنم، چند درصدش بازیافت میشه؟ در کل ایران 4%. بقیهش رو میبرن یا در بیابان میریزن یا در بیابان میسوزانن که بسیار آلودگی محیط زیستی به وجود میاره، آبهای زیرزمینی ایران رو آلوده میکنه و هیچ کس هم نیست که بخواد بگیم صداش در بیاد. زمینه اعتیاد که وضعیت بسیار بسیار بحرانی است. گویی تمام زشتی هایی که ما در ایران داریم در اعتیاد خودشو نشون میده. تا امروز یعنی تا چند وقت پیش همیشه راجع به اعتیاد مواد مخدر خیلی صحبت میشد. خیلی جالبه که معاون وزیر بهداشت گفته 420 میلیون لیتر مصرف مشروبات الکلی در ایران، یعنی روزی 115 کامیون 10 تنی مواد مشروبات الکلی به داخل کشور وارد میشه، سالی 42,000 تا. این نشون دهنده تمدن ایرانی یا اینکه افتخار شهرنشین یا مبارزه با رژیم نیست ها. 300 تا 400 هزار الکلی ما در ایران داریم که یک بیمارستان بازپروری براش وجود داره و براش باید راه حل اساسی پیدا کرد. متاسفانه 30% از اینها خانمهایی هستن که به الکل بیمار شدن. تعداد معتادین ایران هم که به روانگردان مواد مخدر 3.5 میلیون، در مجموع یک جمعیت 16 تا 20 میلیونی ما روزانه درگیر هستیم با موزلی به نام اعتیاد. آقای شفیعی راجع به خشونت در خانواده گفتم، ببینید چه خشونتی در خانواده است. آیا جامعه ما به آسانی از کنار مرگ وطن و هموطن میگذره؟ وجدان اجتماعی ایران واقعا خابیده؟ شما چه فکر میکنید؟ با این موضوعات چه فکر میکنید؟ چه باید کرد؟ منتظر بود تا استبداد فقیه از بودجه های تخریبیش بگذره، به بودجه های عمرانیش اضافه بکنه، بعد یه تحولی بشه؟ اینکه در عرض این 30 چند سال تا به حال همچین کار رو انجام ندادن. باید منتظر بود تا اصلاح طلبان برن پیکنیک کنار رودخانه، آب رودخانه رو ببینن بوی گند میده، بیان بعد بحث بکنن، بعد برن تو مجلس صحبت کنن، یه لایحه بدن، شورای مصلحت نظام بگه آقا خیلی وضع خرابه، یه نظری بیاندازید، به آقای رهبر بگن، رهبر بگه بله، یک توصیه بکنن، بعد بودجه بگذارن، بودجه رو سپاه قرارداد ببنده، جیب ایده پر بشه، باز ما میریم کنار رودخانه، در حقیقت اون قورو باقه و ماهی فریاد بزنه که آقا من از این آب کثیف دیگه نسلم از بین رفت. این وضعیت واقعیت جامعه ایرانه. در ایران یک شهروند مشهدی تو زمستون کت و لباسشو در آورد به یه میخ آویزون کرد،
گفت که بالاش نوشت نیاز داری بذار، نیاز نداری ببر. این یک شعار عمومی شد، اسمش گذاشتن دیوار مهربانی، در تمام شهرهای ایران به سرعت گسترش پیدا کرد. وجدان اجتماعی ایران با اون یک انهمامی پیدا کرد، یک پیوند برقرار کرد. و نه فقط ایران، در میگن در افغانستان، پاکستان، هندوستان، چین، ترکیه، کشورهای شمال آفریقا هم این رو به اصطلاح سنت کردن. این نه که فقط مبارزه کرد با یا که ابتکار جدیدی برای فرزدای است، یک پیوند جدیدی بین انسان‌ها به وجود آورد از اعتماد زایی که بسیار مسئله است اساسی. بعد از این کار یخچال مهربانی درست کردن. خیلی جالبه، میگن ایرانی‌ها همه دوست هستن. خیلی عذر میخوام، ببخشید، میگن هیچ کس به هیچ کس رحم نمی‌کنه. تو یخچال مهربانی اگر داری بذار، اگر نیاز داری ببر. مردم میذارن و اون کسی که بر اساس نیازش حس میکنه میبره و یخچال‌های مهربانی درست شده. انواع و اقسام اقدامات مختلف در ایران در این زمینه میشه. البته اینها راه چاره فقرزدایی در ایران نیست، اینها زمینه همبستگی عمومی است. گروه های خیریه دفاع از بچه های کار در شهرهای مختلف درست شده. میدونید که 30% مدارس ایران رو انسان های خیر درست میکنن، با حساب آقای احمد نژاد روحانی نمیشه گذاشت، اونها میرن میسازن. در ایران 5 نفر با هم متحد میشن، میرن یه انجمن درست میکنن، انجمن خیریه، بعد اعتماد مردم رو جلب میکنن، مردم پولشون رو به اونا میدن تا اونها در راه خیر، درمان و بهداشت، ترک اعتیاد، اشتغال زایی، کمک به فقرا به اصطلاح خرج میکنن و اینها فعال هستن. انجمنهای بچه های کار، گروه تلاشگران برای کمک به کودکان کار، خانه کودکان کوشا، صدها انجمن کمک به کودکان در سر تا سر کشور درست شده، در موقعیت وقت ما نیست. من 96 صفحه فقط اطلاعات عمومی در این تحقیق جمع‌آوری کردم که خودم تعجب کردم چه وجدان عمومی در این کشور فعال و بی صدا. در ایران 14,000 مؤسسه خیریه فعاله. اصفهان به تنهایی مقام اول داره با 1,400 مؤسسه خیریه در سطح شهر. این سازمان ها تونستن در زمینه های مختلف پیشگیری از اعتیاد، آسیب های اجتماعی، نگهداری و حمایت از بانوان، کودکان بی سرپرست، بد سرپرست و اشتغال زایی فعال باشن. انجمن های بدون نامی هم هستن که اینها میرن به خانواده زندانیان کمک میکنن، چون سرپرست خانواده زندان هست، کمک میکنن که این خانواده در فقر نره. کسانی هم هستن که میرن میرن دیه کسانی رو میپردازن که این افراد به اعدام محکوم شدن. فقط ما میشنویم که یک کسی به اصطلاح حکم اعدامش رو برداشتن. انجمن هایی که به معتادین هم کمک میکنن بسیار فعال شدن و تعدادشون زیاد شده. انجمنهای خیریه فعال در سطح ایران رو الان میگن که در شکل‌های مختلف فعال هستن به 70,000 نفر رسیده. قبل از انقلاب تعدادشون به 1,000 هم نمیرسید. آقای رهبر که نمایندش در سازمان اوقاف هست، تمام هماغمش اینه که این سازمان‌ها رو ببرن زیر مهمیز خودشون و در اونها در رابطه با رهبری کار کنن. اکثر اینها مستقل هنوز موندن، نرفتن زیر بار این به اصطلاح این وابستگی. مسئله بسیار جالب دیگه که خواستم خدمتون عرض کنم، صندوق‌های قرض الحسنه است. قائم مقام بانک مرکزی گفته 6,000 صندوق قرض الحسنه در ایران هست. میدونید چه شکلی عمل میکنه؟ ما 5 نفر میشیم یه صندوق درست میکنیم، منی که پول دارم، ایشونی که پول داره، به جای که بذاریم تو بانک بین 18-22% پول بگیریم، میدیم به اون صندوق، او وام 2-3.5% کارمزد میگیره، میده به مردم تا مردم بتونن اموراشون بگذرن. 6,000 صندوق وجود داره. در دورانی که آقای بنی‌صدر ریاست جمهوری ایران رو داشتن، طرح بام‌های بدون بهره رو داشتن که فقط با کارمزد میتونست عملی بشه. بسیار اون موقع اینو شعار میدونستن و میخندیدن، در حقیقت غیر عملی میدونستن. این 6000 تا حداقل اینو عملیش کردن. الانم که ما در غرب هستیم میبینیم که این ممکن شده.
باز هم این بانک های کوچیک رو نتونستن زیر نظر به صلاح دولت ببرن. برای اینکه ما فضای سالم داشته باشیم، جامعه‌ای با کمترین معضل داشته باشیم، نیاز به یه مردمی داریم که دفاع از حق خود، دفاع از حق دیگری، دفاع از حق طبیعت جزو روش زندگی روزمره شون باشه، جزو وجدانشون باشه. تأسیس انجمنهای مختلف و فعال شدن گروه‌های کوچک جهت دفاع از حق حیات یک امر اساسی در حقیقت یک دولت دموکرات باید حامی مردمی باشه که این گروه‌ها می‌خواهند درست بشن تا اینها وجدان بیدار جامعه باشن و نگذارن که اون دولت خطا بکنه. مشکل فقرزدای ایران در چارچوب نظام استبدادی که دینی که داریم که حاکم بر اینها هست با وجود این انجمنها در حقیقت حل نمیشه. مانع اصلی این تمام معضلات اون نظامی است که در ایران حاکم است. اون در حقیقت اون مانع را در درجه اول باید برداشت. جامعه ما کسانی که سزای وجدان عمومی میشوند رو و در حقیقت امکان تحول رو به وجود میارن، این جامعه به این افراد احتیاج داره. مدافعین حقوق انسان چه در شکل تشکل‌های خیرخواهانه و چه مدافع حقوق طبیعت باشن، چه مدافع حقوق وحش باشن و چه در شکل گروه‌های سیاسی که روش زندگی روزمره‌شون و اهدافشون و تمام عملکرد و برنامه‌شون در چارچوب آزادی، استقلال باشه و دموکراسی، اینها زمینه تحول در جامعه ایران رو میتونن به وجود بیارن، از استبداد حاکمی که در ایران حاکم است به سوی دموکراسی. و امید کوشش همگان از حوصله‌شون.